آقای نصیرزاده. کلن مشتری پرپاقرس این دیسلاک های ماست آقای دکتر. کسانی که آقای این که بالا نشسته بودن تعیین میکردن که باید قهرمان شد، این خیلی ضعف بزرگی بود. اونی که الان هستن و مدعین پرونده ها رو به ما تحویل بدین، کسایی بودن که در اون زمان پرونده تقلبش رو ما داشتیم رسیدگی میکردیم. خودم اگر در مدیریت هم اینجوری میدیدم حتما خودم استعفا قبل از هرچی استعفا میدادم. در کیش ضعف اجرای مسابقات رو داشتیم، ضعف بس رسانه و روابطومی رو داشتیم، ولی در انتخاباتی ها ضعف داوری و دخالت هایی که در امور داوری میشد و داشتیم. آقای دیو سالار رئیس کمیته انضباطی حال حاضر فدراسیون. به حرمت همکار بودنم. آقای رضا سلطانی. خواستیم یه ده داورا رو خواستیم، یه ده از خونم منشی رو خواستیم. خب میدیم خط خوردگی داشت یا کسی که یک دبینی از 9 تا رأی مثلا 3 تا رأیش بود، میگفتیم بقیهش کجاست، میگفتش که آره حالا نفرات آقایون گویا تونجا ورود کردم و یک جور گفتن که به صلاحی که حالا این اینجوری باشه احکام میدادم بهش. حالا رئیس دوست نداشت اجرا کنه، اون یه بحث دیگه، ولی من وظیفه‌مو انجام میدادم. ایشون فرمودن که خب ما یک بدهکاری اخلاقی به رئیس کمیته انضباطی جدید داریم و باید این پست رو به ایشون بدیم. جناب آقای محرم عبدیپور، رئیس سابق کمیته انضباطی. آقا سلام عرض ادب. سلام عرض میکنم، خسته نباشی، خدمت شما، تمام دستاندرکارانتون، همکاران محترم و تمام بینندگان عزیزم. حاج آقا شما کسی نفهمید اصلا چرا رفتین، چون حالا عمل کردی که داشتین جوری بودش که همه فکر میکردن بالاخره خیلی با آقای رئیس اوکیین و میمونین، موندگارین تو فدراسیون، ولی خب به یک باره شما رفتین و اصلا معلوم هم نشد چرا. این چراه برای همه هستش. عرض کنم خدمت شما، من بارها اعلام کرده بودم هر وقت استقلال کمیته انضباطی گرفته بشه حتما ما دیگه تو اونجا نخواهیم بود و این قضیه داشت پیش می اومد و بندم راهی جز این نداشتم برای قطع همکاری، چون حتما ماشینی سوار میشم فرمون دست خودمون باشه. عدلور اساس الملک، به هر حال موقعی که پای عدالت و عدل باشه بهترین و اولین جایگاهی است که باید مرسوم باشه. از استقلال کمیته انضباطی گفتین، بودش که مثلا بخواین کسی رو محکوم کنین، کسی رو بخواینش تو کمیته انضباطی، حالا دوستان فدراسیونی اجازه ندن یا بخوان اعمال نفوذ کنن؟ عرض کنم که در این دوره داشتیم و اینکه داشتین آخرام خیلی زیاد میشد، مثلا یکیش همین بحث انتخابات تیم ملی، مسابقه انتخابی تیم ملی. بله بله. میشه باز کنیم برامون؟ ببینید موقعی ما بررسی کردیم بابت این مسابقات انتخابی تیم ملی، خیلی فراتر از یک تخلف بود، یعنی مواردی بود. خب بس اینه که میدونید ما هر کی می‌خواستیم احضار کنیم یا هر رأی میدادیم آخر سر باید رئیس فدراسیون تایید میکرد. خب میدونید ما هر کسی دست میذاریم متاسفانه ایشون نظرش نیست. عرض کنم خدمت شما اون استقلال اما گرفته بود، فقط یه خورده پایه ها مونده بود که حالا اینا مثلا ما میخواستیم بیاریمشون، اتفاقی نمی افتاد و کار ما بحث این بود که میخواستیم جلوگیری از بحث فساد داشته باشیم، اجرای عدالت داشته باشیم، که این آخرها خب خیلی بیشتر شده بود. بله. من سوالم رو اینطوری بپرسم، بعد از انتخابی تیم ملی خب خیلی حواشی داشت، همه منتظر یه برخورد قاطع بودن، بعضی از داورا گفتن رأی عوض شده، از تو خود کمیسیون داوران همه منتظر یه حالا برخورد خیلی قاطع بودیم، ولی خب این اتفاق نیفتاد یا خیلی خفیف بودیم برخورده. چرا این اتفاق افتاد؟ آخه اصلا منجر به رأی نشد، تو بحث بررسی بود که ما اومدیم داشتیم بررسی میکردیم، یه عده رأی ها نبودن، یعنی مثلا خیلی از رأی ها میدید اونجا نبودن که حالا دو تا سه تا کم و زیاد بود، یا اینکه به هر حال خط خوردگی داشت یا مسائل دیگه، خیلی مسائل بحث حاشیه‌ای بودش که ما تا داشتیم بررسی میکردیم دیدیم خب هر جا میایم دیدگاه نظر بر اینه که آقا ورود نکنید، عرض کنم خدمت شما که رسانه‌ای نکنید، تعلیق نکنید.
خب این نمیشد دیگه. به هر حال رسالت ما هم این بودش که اون ورزشکاری که اومده زحمت کشیده با دل و جون کار کرده باید دفاع میکردیم ازش. خیلی هم عالی. راجع به این بحث انتخابی میگن توی یکی از رأی ها اگه اشتباه نکنم یا دو تا از رأی ها خیلی دیگه دوستان رئیس هرم فدراسیون هم دخیل بودن تو تغییر آرا و حالا تغییر نتایج، این درسته؟ عرض کنم که ما خواستیم یه ده داورا رو خواستیم، یه ده عرض کنم منشی رو خواستیم. خب میدیم خط خوردگی داشت یا کسی که یک دبینی از 9 تا رأی مثلا 3 تا رأیش بود، میگفتیم بقیهش کجاست، میگفتش که آره حالا نفرات آقایون گویا تو اونجا ورود کردم و یک جور گفتن که به صلاحی که حالا این اینجوری باشه یا به اون شکل باشه. خب این بحثی بود که صدای بچه های کمیته انضباطی رو واقعا در آورد. یعنی دوستان هم پس تو بحث نتایج مسابقه هم حتی دخالت کرده بودن؟ بله داشتیم مواردی، البته داشتیم بررسی میکردیم، میشونیم جلوتر میرفتیم که خب این داستان رو پیش اومدیم. حاج آقا من سوالم رو یه طور دیگه بپرسم. خیلی از بچه های قبیته مردان گفتن آقا ما شنیدیم در گوشی حالا غیر رسمی آقای عبدیپور قراره رئیس کمیته قوی ترین مردان بشن، با توجه به اینکه نایب رئیسم بودین اونجا معلوم نشد اصلا چی شد رفتین کمیته انضباطی و چرا سپردین، اصلا این فعل و انفعاله برای هممون گنگه، میشه یه ذره بازترین رو تعریف کنی؟ از خودم که یک روزی از خودم رئیس جوان اومدن از کنم خدمت شما که یه صحبتی با ما کردن که آقا بشه در کمیته قوی ترین مردان هم ما رو کمک کنی، حتی یک ابلاغی هم برای بنده زده بودن به عنوان رئیس کمیته قوی ترین مردان که من گفتم به هر حال آقای خودنگار هستن، رضایت ورزشکارا آقای خودنگار غیره برای ما خیلی ارزامیه. گفتن در کنار به هر حال چون بحث کمیته انضباطی کمیته بودش که خیلی حساس بود و ما داشتیم پرونده جلو می‌رفتیم، گفتیم که خب ما شده باشه بریم اونجا هم کمک کنیم، حالا حتما نباید رئیس باشیم که بریم اونجا به عنوان یه خادم تو قوی ترین مردم کمک کنیم. میریم و قرار شده که سکان کمیته انضباطی رو در دستان آقای رهنجان بدن که علی القاعده ایشون کار کمیته انضباطی رو پیش ببرن. بهایشون هم خوشون قهرمانن، هم حقوقدانن، هم جوان و پر انرژی، کار رو پیش ببرن و در کمیته قوی ترین مردانم بنده نوکری ورزشکار رو کنم که یک دفعه در روز آخر خب مسائل جور دیگه شد. آها یعنی یه توافق شد و زدن کلا زیرش؟ بله 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 عزم کنم یک دفعه در روز آخر میگم، حتی حکم دادن من حکم قبول نکردم چون گفتم که آقای خودنگار هست، حالا ما در کنارش بریم کمک میکنیم، چیزی که خب به هر حال سالهای قبلم همین بود. ما در زمانی که خب کرونا در اوجش بود برای گرفتن مجوزا با دبیر وقت آقای کرباسی بود، عرض کنم خدمت شما آقای خودنگار بود، بنده بودم، آقای رهنجان بود، دیگر دوستان بودن که حتی ما تا دم دفتر وزیرم میرفتیم که بخوایم یه مجوز بگیریم مسابقهشو برگزار کنیم و این کارو انجام میدادیم. و خب تو این قضیه دیگه یه توافقی شد، دیدیم که حرفو ازن اول شد جوری دیگه کار پیش رفت. ما یه خاطره که از کمیته انضباطی داشتیم این قاطعیت سرعت عمله بود، یعنی هر اتفاق می افتاد سریعا کمیته انضباطی وارد عمل می شد، خیلی صحبت ها جلسه می زاشت، سوال می کرد، پاسخ می خواست خیلی از دوستان. الان می بینیم مثلا مسابقه خلیج عربی گذاشتن، داور رسمی فدراسیون کسی که تو فدراسیون حکم داره پاشده رفته داوری کرده، ورزشکار رفته، اصلا هیچ انگار نه انگار و نمیدونیم اصلا کی میخوان راجع به این مسائل رسیدگی کنن. نظرتون راجع به کمیته انضباطی حال فدراسیون چجوریه؟ ببینید من شعارم در کمیته انضباطی این بود که صیانت حقوق ورزشکارا، مربیا، داورا، کارکنان، همه وظیفش برای خودم وظیفه میدونستم که باید از اینا دفاع کنم. عرض کنم خدمت شما که اختیار در دست خود کمیته انضباطی که بخواد چقدر ورود کنه یا ورود نکنه، ولی اگر من بودم در خیلی جاها حتما اونجا که اختیاراتم بود ورود میکردم و موارد و مکتوب میدادم به رئیس و مسئولان بالاتر و تا اونجا هم که میشد برخوردامو انجام میدادم، چون واقعا این جامعه جامعه مظلومی هست. برخواه ورزشکار اومده رژیم گرفته یا تو بحث قدرتی آسیب دیده با هزاران
شوق اومده از کنم خدمت شما که یه قهرمانی بیاره، بعد بخواد به این شکل کار پیش بره و یک جور بدنامی بیاد، اونجا دیگه وظیفه کمیته انضباطیه، باید ورود کنه با قاطعیت بدون هیچ گونه حرف شنوی، بدون هیچ گونه سفارش پذیری. من در خیلی جاها به صورت خیلی قاطعیت جلو میرفتم، احکام میدادم بهش، حالا رئیس دوست نداشت اجرا کنه اون یه بحث دیگه، ولی من وظیفه‌مو انجام میدادم، من و همکارم در کمیته انضباطی به قدرت این کارو پیش میبردیم. یه سوالی با آره یا نه بگین، راست میگم میخواستین روابط عمومی فدراسیون و انضباطی تو جلسه انضباطی بخوانش رئیس نزاش مخالفت کرد؟ بله بله دقیقا. بله خیلی هم عالی. همه دوستاتون هم تو کمیته انضباطی، حالا همکاراتون رفتن، آقای اویسی بود، آقای رهنجام عزیز که همون اول، دکتر عبدیپور برادرتون اخویتون بودن، همه رفتن دیگه. الان حالا حس و حال نمیدونم چه جوریه الان کمیته انضباطی، حالا نگفتن دوستان که اعضای جدید که کدوم که از عزیزان هستن، ولی خب راجع به این رفقایی که حالا رفتن یه ذره بر ما بگین. ببینید خدا میدونید تو بس رفتن من دخالتی نداشتم که بگم، ولی خب تمام اینا از حقوقدانها بودن و افرادی بودن که داره یک خانواده اصالتدار و خودشون ورزشکار و قهرمان بودن، درک میکردن. یعنی مثلا تو یک جا که قرار بود تو چارچوب قانون خیلی صفر گرفته بود، مثلا آقای اویسی به عنوان نماینده مربی ها میومد ورود میکردش، میگفت آقا درسته همه اینا، ولی خب به هر حال مربیه، یعنی یه جای کار رو میومد توجیه میکرد. یا در خیلی مسائل بحثای حقوقدان، خب ما دکتر آجمیتی رو داشتیم که خب ایشون کتاب نوشته، برای خودش اصالتی داره، آقای دکتر شهبازی رو داشتیم، آقای رهنجام عزیز رو داشتیم، به هر حال خیلی عزیزان دیگه، یعنی کسایی بودن حقوقدان بزرگی بودن، همه اینا موقعی که مورد رو شنیدن خب به هر حال صحبتی شد. جناب آقای رئیس جوان فرمودن که به اصطلاح ما که گفتیم خب قرار بود که آقای اینور به این شکل بالا پایین بشه برای بحث کمیته انضباطی، ایشون فرمودن که خب ما یک بدهکاری اخلاقی به رئیس کمیته انضباطی جدید داریم و باید این پست رو به ایشون بدیم، که اونجا من و همکارم اعلام کردیم، گفتیم بعید میدونیم کسی که شما یا فدراسیون خواندش بوده و کسی داره شکایت میکنه آرا میره، به هر حال ایشون باید در دادگاه بررسی کنه، بعید میدونه از شما حکمی قبول کنه. اینو ما بیان کردیم به صراحت و دوستان دیدن خب چیزی به غیر از این شد، یه مقدار دلخور شدن و عرض کنم که اونا هم استفاده دادن. با توجه به تجربه که حالا خودتون تو بحث قضایی دارین، 5 ده مجمع فوق‌العاده فدراسیونه، راجع به این پیشبینی شما چیه؟ چه اتفاقی میفته تو اون مجمع؟ دوستان میمونن یا میرن؟ ببینید حالا هرچی به موارد 5 ده نزدیکترش، این موارد بیشتری است که برای روشن کردن افکار عزیزانی که میخوان رای بدن حتما باهاشون صحبت میکنیم، ولی عرضم اینه من نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی اینو میدونم که همچین کاری بی سابقه بوده و این نشون دهنده اینه که نتونستند اون کسایی که سکان فدراسیون داشتن خوب مدیریت کنن، که در عرض 10 ماه 11 ماه فدراسیون اینقدر پرحاشیه باشه، سر زبونها باشه، عرض کنم جوری باشه که دوباره به این شکل بشه. من خودم اگر در مدیریت هم اینجوری میدیدم حتما خودم استعفا قبل از هرچی استعفا میدادم. به هر حال افراد توامن جوان ورزشکار زیاد داریم که این فدراسیون رو بتونن خیلی بهتر سکانداری کنن و کار رو جلو ببرن. برای سوال آخرم، یه نامه رو آقای امیری انگار منتشر کردن و شما یه جوابیه دادیم، ما خودمون تو تجربه ورزش هم کار کردیم، که آقای امیری احساس شد که شما به فدراسیون و حاله مجموعه که هستش اعتماد ندارین، که اون پرونده های فساد ها و اون دست رو کردن دست اون مافیایی که پشت این ورزش هست رو بدین به این فدراسیون. آخه جسارتن کسایی اومده بودن واسه من داشتن پیگیری این کار رو میکردن، که خب خودشون در اون زمان که ما با آقای کرواسی و آقای خراسانی عرض کنم که آقای رهنجان بود، بنده بودم، چند تا دیگه از اعضا ما یک پرونده هایی رو کار کردیم
که یک پرونده خیلی قطوری شد و اسامی خیلی این افرادی که دنبال این پرونده ها بودن داخل اونها بود و این جوری شد که اون موقع به سمع و نظر آقای وزیرم رسوندن که آقا همچین داستانی همچین پرونده هایی کار شده، که حالا بنا به مسائلی نمیدونم چی شد ولی پرونده عقیم موند، اون نشد که بخواد به صورت قاطع انجام بشه. بعد حالا این دوستان خیلیاشون اومدن رأس کارو از کنم خدمت شما که با این بحث فدراسیون جدید پیگیر این پرونده ها هستن. خب این پرونده ها مشخصه بعد از هر جلسه ای اینا صورت جلسه می شد، نماینده حراست، بازرسی، دفتر مشترکی، اعضای کمیته انضباطی، از کنم که من یک رأی بودم در کمیته انضباطی، این صورت جلسه می شد، تقدیم خود فدراسیون میشد، رئیس فدراسیون اگر تایید میکرد این میرفت در سایت فدراسیون. چطور شده بس اینها را اینا اطلاع دارم میگم ما ندیدیم، ولی روابط عمومی که میخواست حتی آبم بخوره حتما از آقای نسبت اجازه میگرفتش، از اونم خدمت شما اینا رفته تو سایت، اینا همه رسانه شده. حالا که عبدیپور همونجا اومدیم به پرونده ها نیستن، عرض کردم من تو نامه هم نوشتم این پرونده ها هرچی بوده اونجا تحویل داده شده که به هر حال اگه نمیشد تایید نمیشد اصلا اینا رسانه ای نمیشدش، که اشتباه نکنم طبق ماده دهمونه که باید حتما به رئیس فدراسیون تایید کنه آرای ما رو. بعد از اون بعد رسانه ایشه که ابلاغش. حاج آقا من اینو یعنی اینطور متوجه شدم، یعنی علی فتی متخلف که پروندهش دست شما بوده و تو فدراسیون باید می بوده، میگه آقا پرونده تخلف من علی فتی که الان سمت گرفتم و بده، شما هم میگین نمیدم. این ببین خیلی از آقایونی که الان هستن و مدعینن پرونده ها رو به ما تحویل بدین، کسایی بودن که در اون زمان پرونده تخلفش رو ما داشتیم رسیدگی میکردیم، یعنی پرونده تخلفی داشتن میشه ما، بعد حالا اومدن اون پرونده ها رو میخوان. خب میگیم آقا ما این پرونده رو که دادیم موقع شما رسانه کردید که یا بردید خدمت آقای وزیر یا دیگر دوستان، حالا الان در حال حاضر میگم به خود شما تحویل نمیدم، چون خود شما جزو اون متخلفین بودی که ما داشتیم بررسی میکردیم شما رو. اگر قرار تحویلی داده بشه حضور از کنم حراست محترم باشن، بازرسی باشه، من در خدمتشون هستم، اون چیزی که بدل پرونده و کپی دارم تحویلشون میدم، در خدمتشون هستم. با آره یا نه اگه میشه جواب بدین، زمان شما حالا دو تا سه تا فدراسیون هم با آقای پورعلیفر آخر دیگه رئیس کل کمیته انضباطی شدین، هم آقای امیر خراسانی هم آقای نصیرزاده، فساد تو آموزش خیلی گسترده بود. بله ریشه‌کن شد فساد بیشتر شد. در یه برهه‌ای عرض کنم خدمت شما که از زمان آقای پورعلیفر که بنده رو گذاشتن از اون موقع استارت رو زدیم و در زمان آقای خراسانی واقعا داشتیم به صفر میرسیدیم، یعنی بحث فساد مباحث آموزش ما تمام داشت، نظارت‌های کامل انجام میشد، ولی خب رسیدیم به این دوره، اخباری که من داشتم تازه داشتم ورود میکردم اصلا مبالغی بود و مسائلی بودش که واقعا اصلا سرسام‌آوره، خارج از بحث رسیدگی تخلفات میشه. من فکر میکنم اینا دیگه به قدری بحثشون زیاد بود که اصلا باید میرفتن به سمت جرم، چون خیلی مفاسدش خیلی بیشتر از یه تخلف بود. آقای حاج آقا من برای سوال آخرم اینطور بپرسم ازتون که شما توی کیش کمیته انضباطی حضور داشت تو مسابقات پرورشندان و توی مسابقه انتخابی استادیوم آزادی هم بودین که دیگه اصلا یه جاهای دیگه کار در می‌رفت، دست دوستان خودتون وارد عمل می‌شدید، دلیل این چی بود آقا؟ ببینید ما در کیش ضعف اجرای مسابقات رو داشتیم، ضعف بس رسانه رو اتومی داشتیم، ولی در انتخاباتی ها ضعف داوری و دخالت هایی که در امور داوری می شد و داشتیم. این بیشترین ضعف ما در انتخاباتی بود، کسانی که آقایی که بالا نشسته بودن تعیین می کردن که باید قهرمان شد، این خیلی ضعف بزرگی بود. یعنی دخالت بود تو داوری؟ دقیقا. و حالا خب خیلی ها ورزشکارا پس بی دلیل نبود اون انتقاداتشون و حالا اون عدم امنیت و عدم اون اعتماده، پس واقعا یه چیزی دیده بودن.
حاج آقا دو تا زنگ روی میز شماست، یه زنگ قرمزه که به معنی دیسلایکه و یه زنگ سفیدی که به معنی لایکه. شما اگه اسامی که ما خدمتتون عرض میکنیم و منش و معرفت و صداقت و گفتار و کلن شخصیتشون رو دوست ندارین، زنگ قرمز بزنین، و حالا دوستانی هم که اوکی هستن از نظر شما زنگ سفید یا همون لایک بدین. نفر اول رئیس فدراسیون آقای نصیرزاده. کلن مشتری پراپاگورس این دیسلاک های ماست آقای دکتر. آقای فرامرز خودنگاه. آقای امیری دبیر فدراسیون. آقای کرباسی دبیر سابق. آقای دیو سالار رئیس کمیته انضباطی حال حاضر فدراسیون. به حرمت همکار بودنم. به به. کمیسیون داوران. آقای من اینو میدونم خودم نظرشو نظرتونو، آقای محسن یزدانی با احترام، آقای شیردل، آقای مرتضی اویسی با احترام و آقای رضا سلطانی. خیلی هم عالی، ممنونیم از شما. صحبتی اگه مونده به عنوان صحبت پایانی برای ما بفرمایید. باز تشکر میکنم از زحماتی که کشیدید بحث رسانه هاست. ایشالله عرض کردم مطالب دیگه هست که نزدیک به بحث مجمع باشیم حتما برای روشن کردن افکار عزیزانی که میخوان رأی بدن حتما بیان خواهیم کرد. اما در انتها میگم که به هر حال ما یک مدیونیتی برای این میزهامون برای تشکیلاتمون داریم. اگر واقعا در توانمون نیست، اگر واقعا نمیتونیم خوب مدیریت کنیم، بیاییم سکون دست کسایی بدیم که واقعا میتونن انجام بدن. هیچ فرقی نمیکنه که عبدیپور امروز رئیس کمیته انضباطی باشد یا نباشد. خدا کنه افرادی که هستن بتونن و بهتر از عبدیپور کار کنن، حق بچه ها رو بگیرن و واقعا اونجا که لازم باشه بتونیم کار کنیم. این میز و صندلی ها به هر حال چند سبایی میاد و میره، به هر حال ما مدیونیم به تمام کسایی که برای اینکه میز صندلی برای ما مونده، برای اینکه تمام این مسائل بوده زحمت کشیدن، ما مدیونشیم و باید با دلجون انجام. اگر اونجا که فکر میکنیم واقعا در توانمونی شاید جای دیگه برنده تر باشیم، جای دیگه موفق تر باشیم، بریم قسمت دیگه تلاش کنیم. اما قبل از این که این همه هزینه بشه و این همه بالا پایین باشه و این همه صحبت ها باشه، خودمون یه تدبیری بچینیم. عرض کنم خدمت شما که اگر نمیتونیم واقعا خودمون زودتر از هرچی بیایم کنار رو بذاریم که کار دست کاردان بیفته انشاءالله. من خیلی کوتاه، دوستانم کنار فهم هستن، با توجه به تجربه قضاییتون علی فتی، حالا دوستانم میگم کنار فهم هستن، علی فتی برش میدارن یا محاکمش میکنن در آخر؟ از به خدمت شما کنم که والا بحث مسائلی که در حال حاضر من خوندم تو اون بندا هستش، حالا رئیس مجمع تقاضای مجمع رو انجام داده، تو بحث تخلفاتشون ورود کرده و 100% سیستمات نظارتی موقعی که ورود کنن، من بعضی از بندا رو دیدم که اینها احتمالاً اگه ثابت بشه جرم میشه و اونجا که جرم بشه حتما باید در مراجع قضایی پاسخگو باشه. دست شما درد نکنه، ممنونی. خدا قوت. یا علی مدد.